دومین روز انتخابات هم با تمام اما و اگرهایش امروز برگزار شد. در چندین انتخاباتی که تا هنوز در کشور برگزار شده، این نخستین بار است که انتخابات به روز دوم به تعویق می‌افتد. همانند روز گذشته، امروز نیز شکایت‌ها از چالش‌ها و مشکل‌های گسترده در انتخابات وجود داشته است. در این بسته خبری به رویدادهای انتخاباتی در سراسر کشور می‌پردازیم. سلام و وقتتان بخیر. از روند برگزاری خود انتخابات آغاز میکنیم. کمیسیون مستقل انتخابات در روز دوم انتخابات هم نتوانست انتخابات را در تمام مرکزهای رای‌دهی برگزار کند. این کمیسیون به دلیل چالش‌های فنی دروازه نزدیک به 150 مرکز را بر روی رای‌دهندگان در کابل و دیگر ولایت‌های کشور باز نکرد. قرار بود امروز در 400 مرکز رای‌دهی که دیروز بسته مانده بودند انتخابات برگزار شود. نرگس هرخش که به شماری از مرکزهای رای‌دهی رفته میگوید که روند رای‌دهی در مرکزهای فعال نیز با چندین ساعت تاخیر آغاز شده است. نرگس هرخش در پیوند به همین موضوع گزارش داره که تا لحظات بعد آماده میشه. اما حالا بیش از 80% شمارش آرا در مرکزهای رای‌دهی تکمیل شده است و 20% دیگر تا پایان امروز تکمیل خواهد شد. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که شمارش آرا در مرکزهایی که دیروز انتخابات در آن برگزار نشده بود امروز تکمیل میشود و روند انتقال برگه‌های رای‌دهی به کمیسیون آغاز شده است. دیشب نبود چراغ در روند شمارش آرا برخی مرکزهای رای‌دهی سبب شد تا کارمندان کمیسیون برخی رای‌های نامزدان را در جمع رای‌های سفید شمار کنند. گزارش میبینیم از تمیم شهیر. روند شمارش آرا تا نیمه های شب در کابل و ولایت ها جریان داشت. ناظران هم چشم براه نتیجه رأی مردم هستند. چراغ هایی که با استفاده از آن کارمندان و کمیسیون به مشکل نامزد انتخاب شده را پیدا می کنند. این مشکل سبب شده بود تا برخی نامزدانی که رأی گرفتند رأی هایشان در میان رأی های سفید شمار شود. گروپ نبود، صنفا تاریک بود، مکتب برق نداره و این چراغا و بسیار مشکل ما تانستیم. حتی بسیاری رایه ها که ما حال دیدیم به حساب سفید مانده بود، حالا که روز پس گشته سر از ما بار دوباره کار کردیم دیدیم که بسیاریش رای گرفت. در برخ مرکزهای رای‌دهی که تا یک شب گذشته روند شمارش تکمیل نشده بود، امروز کارمندان شمارش را تکمیل کردند. قطارهای 16 گانه آماده کردند و رای های هر نامزد را در صفحه انتخاباتیش جا به جا می کنند. آمارهای کمیسیون مستقل انتخابات نشان می دهد که بیش از 80% شمارش آرا در مرکزهای رای‌دهی اعلام شده و 20% دیگر تا پایان امروز اعلام خواهد شد. به شمول مرکزهایی که امروز در آن انتخابات جریان داشت. 40% بلکه 40% از خود کم و مرکزونو که حال تاش میرنه په هغه وخت کې سر ته نه ورسیدلې. 80% مرکزونو کې په مرکز ولایت کې شمیرنه عمل ته سر ته رسیدلې و نتایج مرکز ته ورورو را رسیدي چې اکثره را رسیدلې دي. فقط په 40% مرکزونو کې هغه هم د ناظرینو په مشوره باندې د امنیتي قواو په همکارۍ باندې هغه شمیرنه د سهار نه پیل شوې دي. اوس په ان شاء الله په 2 ساعتونو کې پای ته رسیږي او د مرکز سره به وصل کیږي. مرکز ته به راپور ورکول کیږي. مرکزهایی که شمارش آرا را دیشب تکمیل کرده بودند نتیجه آن در همان مرکز اعلام شده است. اما برخی ناظران انتخاباتی ادعا دارند که نتیجه دیشب تا امروز متفاوت است. مکتب ملک سریا در سرک چهارم پروژه تایمنی یکی از این مرکزهای است که بیشتر ناظران تاکید دارند که شبانگام صندوقها به سود یک نامزد پر شده و رای بسیاری نامزدان ناپدید گردیده است. ناظران مثلا داخل میرد دیگه تلفن کامرادار نمان که از او عکس میگیرد فیلم برداری میگد. ما تانست پیش اشتاوی برای جساب شد کلش هر لگه هر وکیل و تعداد در یا 12 یا 20 اینجا حال دو رقا است یک رای صفر وای ایت رای و نصف رای را ایت نرساندش نشده در جد. شاید رای صفر نوشته کردن برای ما جالب نباشه، اما این جالب است که نام خود وکیل نیست، این کل فامیلش رای داده. رای و فامیلش کجا است؟ پیش از اینکه مور لاک کنند صندوق را کلا گیر از جا کشیدن خودشان تا
تا سه بجه صبح یا همیجا حضور داشتن، صندوق ها رو خودشان ترتیب و تنظیم کردن. آرایی که از هر وکیل که ما شب اوجا بودیم دیدیم 20 رای 30 رای داشت، حال یا صفر است رایش یا یک است یا دو، از او بیشتر نیست. ایران هم خودتان ببینه لاک صندوق چرا ایجا است. 804 نامزد در شهر کابل برای به دست آوردن 33 چوکی پارلمان با هم رقابت داشتند که بیشتر بودن شمار نامزدان در این شهر سبب شد تا رای پایتخت نشینان تقسیم شود و بیشتر نامزدان در مرکز رایدهی تنها یک رای داشتند. دستگاه های انگشت‌نگاری در برخی از مرکزهای رایدهی پایتخت به گونه درست کار نمی کنند. دومین روز انتخابات هم نیز همراه با مشکل های فنی و تخلف های انتخاباتی برگزار شد. در کنار آن، فعال نبودن دستگاه های انگشت‌نگاری در شماری از مرکزهای رایدهی، کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور کامل نداشتند. در شماری از مرکزها برخی از کارمندان این کمیسیون ساعتها پس از آغاز روند رایدهی حضور یافتند. در برخی مرکزها هم رایدهندگان بدون انگشت‌نگاری رای دادند که اماده روستایی به آنها پرداختند. مرکزهای رایدهی که دیروز مسدود ماندند امروز اما با تأخیر باز شدند، چنان که امروز برخی مرکزهای رایدهی جام و خروش روز نخست را نداشتند. اما چالش‌های فنی در این روز نیز برجسته بود. این یکی از مرکزهای رایدهی در حوزه ششم امنیتی کابل است که به دلیل انفجار یک ماین جاسازی شده دروازه آن مسدود شد. رایدهندگان میگویند که دستگاه های انگشت‌نگاری در این مرکز وجود ندارد و آنان بدون اینکه انگشت‌نگاری شوند رایشان را به صندوق انداختند. این سیستم بایومتریک که در چیز میگه در تلویزیون که انتخابات بایومتریک شده اما اینجا سیستم بایومتریک موجود نبود. رای داده کارمندای کمیسیون طوری تک میکنن که در بایومتریک خود موجود نیست، طوری تک میکنن در پلاستیک. ما خودم اینا تذکریم است در پلاستیک تک، فقط پلاستیک چنج کردیم اومدیم ولی نشان نمیده کی رای داده کی رای نداده. مرکز رایدهی در مسجد حضرت سلمان فارس جام و جوش روز گذشته را دارد، اما حضور نداشتن تمام کارکنان انتخاباتی این مرکز سبب تشکیل صف‌های طولانی رای دهندگان در این محل شده است. اینجا مرکز باز می شد که باز نشده، 11:45 دقیقه باز شده بود، باید 9 سایت باز می شد که 5 سایتش باز شد، 4 سایتش بالکل بسته بود. اگر اوراق نرسونه حق مردم تلف میشه، این جدان از کمیسیون چی انتخابات ما خواهش میکنیم که هر چی زودتر اوراق به مرکز سلمان فارس برسانم. ساعت تقریبا 12 بجه هستن، خیلی از طرف این کمیسیون اینجا نفر نیستن، کار به کندی پیش میره. مسئول این مرکز رایدهی کم بودن شمار کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات و نیز فعال نبودن شماری از دستگاه های انگشت نگاری در این مرکز را میپذیرد. پاربانک شاش خلاص میکرد و بعضیش ورق قطع می نوارش بند میکرد چون خراب میشد و کش نمیکردم اون نواره. از این خاطر بر ما هدایت دادن کسایی که نوار بایومتریک خراب شدن بایومتریک او سبانم بدون بایومتریک شروع کنن. این دو مرکز رایدهی تنها مرکزهایی نیستند که با نارسایی فنی و تخلف روبروند. اینجا هم مرکز رایدهی در مکتب سید الشهدا در ناحیه 13 است. در کنار کاستی های فنی، کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات برخی از رای دهندگان را تا محل خصوصی که تنها باید خود رای دهنده حضور داشته باشد و نامزد دلخواهش را انتخاب کند همراهی کرده و ظاهراً نامزد مورد نظرش را برای رای دهنده نشان می دهد. اما پاسخ کمیسیون مستقل انتخابات در برابر این تخلف ها و نگرانی های رای دهندگان چیست؟ باور وکی پاکسر و مرکزونو که بایومتریک سیستم خ کار کاو اما د دې په خاطر باندې سیاغات دوی لخوانه هغه کارمن تطمیه سوی او دا دندوري واچولې چې بایومتریک سیستم کار نه کوي تر څو خپل تقلب تلاره برابر کی. در کنار این تخلف ها برخی ها نیز تلاش کردند تا از دیگر راه های ممکن نیز دست به تقلب بزنند. این نوار که در رسانه های اجتماعی دست به دست می شود نمونه ای از تلاش ها برای تقلب در این روند را نشان می دهد. وزارت امور داخله اعلام کرده که تاکنون 60 مامور حکومتی به شمول نیروهای امنیتی را به اتهام دخالت در روند انتخابات از کابل و دیگر ولایت‌ها بازداشت کردند. در خبرنامه این وزارت تاکید شده که با این افراد مطابق با قانون برخورد خواهد شد.
کمیسیون مستقل انتخابات و نهادهای ناظر باید از رأی مردم پاسداری جدی کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که انتخابات مجلس نمایندگان با کاستی‌ها و تخلف همراه بوده است و تأکید میکند که این کمیسیون و نهادهای ناظر مکلفند که از رأی مردم صادقانه پاسداری کنند. رئیس کمیسیون حقوق بشر همچنان از کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌خواهد که با شکایت‌های مردم برخورد سیاسی نکنند. تلاش‌ها برای نگهداری از رأی مردم. انتخابات مجلس نمایندگان برخلاف خوشبینی‌های مردم با چالش و کاستی‌های زیادی همراه بود. اکنون برخی نهادها با اشاره به این کاستی‌ها می‌گویند که از رأی مردم پاسداری شود و نتیجه انتخابات رأی مردم باشد. قرار خود دادیم. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر اینجا یافته‌های این کمیسیون را از 22 ولایت کشور با مردم شریک می‌کند. میگوید که کمبود مواد حساس، نبود فهرست رای دهندگان و رنگ کم کیفیت از موادهای درشت است که آنان ثبت کرده است. اقداماتی که باید صورت می گرفت که جمله لیست رای دهنده در مراکز مربوطه بود و سیستم بایومتریک بود، باید تخلف کمتر می بود. با تناسب انتخابات گذشته که مردم آگاهی بیشتر داره، ما حداقل تخلفات یا تقلبات بسیار جدی که صندوق ها پر شده باشه اوقدر یعنی ثبت نکردیم. در یه جای شک نیست که تخلفات صورت گرفته. سما سمر از کمیسیون مستقل انتخابات میخواهد که باید به کاستی های صورت گرفته در روز رایدهی به گونه جدی رسیدگی کند. او از کمیسیون شکایت های انتخاباتی نیز میخواهد که شکایت های مردم را دور از مسائل سیاسی به گونه صادقانه بررسی کند. اینا باید صادقانه و بی‌طرفانه با او قضایا برخورد بکنه و در حل در رای پیگیری قضایا باشه، نه به خاطر از اینکه ما این پروسه ملی است که نباید خدشه‌دار بسازیم، بنان ما از اصل واقعیت ها چشم پوشی بکنیم. حالا با این چالش ها در روز رایدهی شهروندان نگرانند که با این وضعیت دشوار است که نتیجه رای مردم شفاف اعلام شود، چیزی که پیش از این در انتخابات ها نتیجه انتخابات برای مردم پذیرفتنی نبوده است. در روز انتخابات طالبان نزدیک به 200 حمله بر نیروهای امنیتی و مرکزهای انتخاباتی انجام دادند. بر اساس آمار حکومت در این حمله ها 36 تن شامل 27 غیر نظامی و 9 نظامی جان باختند. در این رویدادها همچنان 126 فرد دیگر زخمی شدند. همزمان وزارت امور داخله میگوید که در کنار نظامیان و غیر نظامیان 31 هراس افغان نیز کشته شدند. با این حال آگاهان میگویند که طالبان در رسیدن به هدفشان برای برهم زدن روند انتخابات ناکام ماندند. حضور پرشور مردم در انتخابات پارلمانی امسال خیلی ها را غافل گیر کرد. شهروندانی که همان اول صبح حتی زودتر از کارمندان انتخاباتی خودشان را به محلهای رای دهی رساندند. طالبان در هفته های پسین برای جلوگیری از شرکت مردم در انتخابات بارها اعلامیه های تهدیدآمیز پخش کردند و در مقابل نیروهای امنیتی هم از آمادگی ها برای مهار این تهدیدها خبر دادند. بر اساس آمارهای رسمی، طالبان دیروز در سراسر کشور 193 حمله بر نیروهای امنیتی و مرکزهای انتخاباتی انجام دادند. بزرگترین حمله هم اینجا اتفاق افتاد، در ناحیه 17 شهر کابل و در نزدیکی یک مرکز رای دهی. مسئولان پلیس کابل میگویند در این رویداد 13 تن شامل 6 غیر نظامی و 7 نیروی پلیس جان باختند و 23 فرد دیگر نیز زخمی شدند. یک دفعه یک روشه نشد، گرامه شد. یک دفعه بیده بیگر طرف باشد بخید. استقاران تید بود. خونریزی زیاد بود. تلفات زیاد شده بود. دیروز در سراسر کابل 16 حمله هراس افغانانه رخ داد و بیشتر این حمله ها با استفاده از ماین های مغناطیسی انجام شد. حمله هایی که جان 18 تن را گرفت و 42 فرد دیگر را هم زخمی کرد. پلیس کابل اما میگوید که در این روز از 12 رویداد هراس افغانانه جلوگیری کرده و 4 فرد مظنون نیز بازداشت شدند. در آماری کلی تر، دیروز در سراسر کشور در 193 حمله، 67 تن شامل 27 غیر نظامی، 9 عضو نیروهای امنیتی و 31 هراس افغان کشته شدند و 126 فرد دیگر هم زخمی. اما رویدادهای امنیتی امروز هیچ موردی که نشان بده
هدف محلات و یا مراکز رایدهی است ثبت نشده. دو مورد در سرتاسر افغانستان تحرک دشمن ثبت شده که متوجه پسته های پلیس ملی افغانستان و اردوی ملی افغانستان بوده. هیچ گونه تلفات و یا ای که خساراتی هم به جای نگذاشته و حمله دشمن دفع شده. با این حال آگاهان ما این آمارا در مقایسه با وسعت و بزرگی روند انتخابات ناکامی طالبان می دانند. این ای پروسه را ما پروسه موفق می دانیم و ای به دشمن این ای واقع ناکامی است که نتانست او چیز را که توقع داشت از یک طرف نیروهای امنیتی ما و از یک طرف مردم افغانستان یعنی با اینی خواست دشمن نگفتن، فقط خواستن به خاطر وطنشان، به خاطر مردمشان و به خاطر مردم سالاری حاضر شوند و با پای صندوقای رای برن و نماینده خود انتخاب کنند. پیش از این نگرانی های زیادی در مورد چگونگی تامین امنیت انتخابات و میزان آمادگی های نیروهای امنیتی وجود داشت. به ویژه پس از تهدیدهای طالبان و رویدادهای هراس افکنانه در ولایتهای قندهار و هلمند که منجر به جان باختن جنرال رازق، جنرال مومن و جنرال قهرمان شد. برای تامین امنیت انتخابات پارلمانی نزدیک به 70,000 نیروی امنیتی موظف شدند. نرگس هورخش در این گزارش به عمده ترین چالش ها در روز دوم برگزاری انتخابات پارلمانی پرداخته. روز دوم انتخابات، شمار مرکزهای رایدهی بسیار کمتر از دیروز است. امروز در مرکزهای انتخابات برگزار می شود که کمیسیون نتوانست دیروز آن را برگزار کند. اینجا یکی از همین مرکز هاست، اما امروز هم در اینجا انتخابات برگزار نمی شود. در لیست کمیسیون مستقل انتخابات این مرکز نیز وجود داشت که باید امروز در او انتخابات برگزار می شود و مردمی که در این مرکز ثبت نام کرده بودند باید رای خود را استعمال می کردند، اما امروز این انتخابات در اینجا برگزار نشد. این مرکزها و کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات آماده حرکت هستند به طرف کمیسیون تا مواد حساس انتقال بدن و ظاهرا کمیسیون مستقل انتخابات با چند نفر محدودی که اینجا رایشان را دیروز استعمال کردن بسنده کرده و نمیخواید امروز در اینجا انتخابات برگزار شود. از میان 1600 رای دهنده تنها 600 تن رای خود را به صندوق ریختند. تقریبا ما در حدود 200 که سایت برای رای دهندگان بسته بود، مردم وحشت زده شده بودند، زیاد مراجعه نمی کردند به خاطر استعمال رایشان کمتر می آمدند، ولی در ساعات اخیر روز تعداد کثیری از مردم آمدند و او چیز ارقامی که قبلا تقریبا پیش بینی شده بود که در حدود 1600 یا 1800 نفر اینجا ثبت نام کردن و رای میدن، متاسفانه در حدود کمتر یا زیادتر از 600 نفر اینجا آمدن و رای گرفتن. کمی دورتر اما در مسجد صاحب الزمان انتخابات برگزار شده. رقم اشتراک کنندگان هم بسیار است. مرد و زن برای انتخاب نماینده ایشان آمده اند. ما آمدیم آینده کشور ما دست به ناس آیندهش خوب شد. در اینجا اما چالش ها هم به همین اندازه زیاد است. ناظران می گویند که این مرکز با 3 ساعت تأخیر برای رای دهندگان باز شد و مواد انتخاباتی هم اندک است. مشکلات از خود کمیسیون است که بایومتریک درست کار نمی کنه. 2 ساعت 3 ساعت که بایومتریک کار میکنه باز دوباره ماشین های بایومتریک به مشکلات بر میخوره. 1 ساعت یا نیم ساعت دیگه مکمل مردم به انتظار باقی میمونه تا که بایومتریک دوباره به. در بخش دیگر شهر غرب کابل در شهرک 12 امام کارکنان مرکز رایدهی پس از ساعت 10 به کارشان آغاز کردند. کمیسیون مستقل انتخابات اما مشکل تاخیر را بر دوش ناظران میگذارد. موردهای جالبی هم در این روز اتفاق افتاده. در مکتب عبدالقدیر در ناحیه 9 کابل با آنکه کمیسیون دیروز انتخابات را برگزار کرد، اما اینجا بدون اطلاع کمیسیون مستقل انتخابات بار دیگر صندوق‌ها برای رأی‌گیری گذاشته شدند. 24 تن رأی‌های خود را به صندوق ریختند.
برخلاف آن، در شکردره، شیوکی و ساک کابل، کمیسیون مستقل انتخابات تعهد کرده بود که در این مرکزها انتخابات برگزار کند، اما امروز نیز در این مرکزها انتخابات برگزار نشده است. باشندگان این ولسوالی ها به درب کمیسیون مستقل انتخابات آمدند و از این برخورد کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات شکایت دارند. رئیس شورای شبکی با جمع مردم خود ما از ولسوالی بگرامی جامدیم. در مکتب ما نقطه است و کل نقطه را گفت. نقطه اساسی است که برای ما کمیسیون انتخابات گفتیم که همین نمبرای ما مطابقت نمی کنه. سکر قانونی است. گفت شما لیست بگیری نامه را در زیر 11 نفر ناظرین امضا کنه. ما ای را که 3 بجه بود. ما را مان تا 15 کم 6 بجه. وقتی که مردم خود تلبیس مردم ما قطار در پشت دروازه ساتش 6 بجه دروازه بسته شد. گفت سبابه. سبا که مردم ما آمد هیچ کس بانک کمیسیون یک روز را برای مرکزهایی که انتخابات در آن برگزار نشده اختصاص داده بود، اما این کمیسیون امروز هم نتوانست شمار بزرگی از مرکزها را باز کند. قرار بود کمیسیون مستقل انتخابات در 401 مرکز باقی مانده انتخابات را برگزار کند، اما تنها قادر به بازگشایی 253 مرکز در کشور شد. 148 مرکز همچنان بسته ماندند. او دیهغو هیوادوالونا چ پرون د بعضی تکنیکی او مدیریتی مشکلات و امنیتی مشکلات لواجی په خپل وخت سره د ټاکنو مرکزونه پرانستل و نشو او نن د ټاکنو مرکزونو ترازی به هغوی څخه مننه کوو او د هغوی حوصلې د کمیسیون په وړاندې د قدر وړ دي. روز گذشته انتخابات در سراسر کشور آغاز شد و بسیاری ها با وجود تهدیدها خود را به صفهای رای دهی رساندند. آمار ابتدایی نشان می دهد که بیشتر از 3 میلیون تن رای دادند. دیده شود که این رای ها چه کسانی را صاحب کرسی پارلمان می کنند. تنها 48 ساعت برای درج شکایت های انتخاباتی باقی مانده است. کمیسیون شکایت های انتخاباتی می گوید بررسی های این نهاد جریان دارد و از آغاز روند رای دهی انتخابات پارلمانی تا کنون بیش از 5000 چالش انتخاباتی ثبت شده است. همزمان بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه می گوید که ضعف مدیریتی، نرسیدن مواد انتخاباتی به برخی مرکزهای رای دهی و در شماری از مواردها هم نبود فهرست رای دهندگان این روند را با چالش مواجه ساخته است. انتخابات پارلمانی بدون شک با چالش‌های زیادی روبرو بوده است. چالش‌هایی که سبب شد تا این روند امروز نیز در برخی مرکزهای رای دهی ادامه داشته باشد. کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید تا حالا نزدیک به 5600 چالش انتخاباتی را از 29 ولایت کشور ثبت کرده است. در این میان کابل، هرات و بلخ به ترتیب با 1700، 649 و 498 مورد مشکل ولایت‌هایی هستند که شاهد بیشترین چالش‌های انتخاباتی بودند. در مقابل ولایت‌های خوست، تخار و لغمان نیز شاهد کمترین چالش‌های انتخاباتی بودند. هم دیروز و هم امروز و تا 48 ساعت یا آینده تا هر نوع تخلف، تخطی و جرایم اتفاق انتخاباتی که در پروسه رأی‌گیری صورت گرفته باشد در قابل ثبت در کمیسیون شکایات انتخاباتی است و بعد پروسه رسیدگی ما به گونه جدی آغاز می شود. این نهاد می گوید تا حالا در مورد این که این چالش ها به عنوان شکایت در چوند تصمیمی گرفته نشده و بررسی ها همچنان ادامه دارد. قرار خود دادیم. همزمان کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می گوید نظارتش از روند رای دهی در 22 ولایت کشور نشان می دهد که چالش های انتخاباتی وجود داشته است. شما خودتان هم می فهمین که وسایل بایومتریک اول بسیار پسند رسید، با وعده هایی که کمیسیون انتخابات داده که همه گیر ترینینگ داده و همه گیر آماده استفاده کردن از وسایل بایومتریک است، متاسفانه او رقم نبود. یک تعداد زیاد مراکز یا وسایل بایومتریک کار نمی کرد یا چارج نداشت یا ایست که افرادی که او استفاده می کرد ترینینگ لازم ندیده بودن. او
از سوی هم بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه با نشر یافته‌هایش میگوید سیستم انگشت‌نگاری یا بیومتریک ناکام بوده و همینطور کمبود مواد یا انتقال اشتباه بسته‌های مواد شامل برگه‌های رأی، تأخیر در آغاز روند رأی‌دهی، عدم بی‌طرفی برخی کارمندان کمیسیون، مداخله زورمندان، ممانعت از نظارت و تقلب از چالش‌های عمده انتخابات پارلمانی بوده است. کمیسیون بدون اینکه درک بکنه که آیا این فرصت چندین ساعته‌ای که بعد از ختم شماره شهرا باقی مانه آیا کافی است که ما دوباره بریم به طرف انتخابات؟ بسیار خوب بود و موقعی بود که کمیسیون مستقل انتخابات بحث تمام مراکز یک طرفه میگذاشت، مراکزی که در اونجا تقلب صورت گرفته بود، مشکل به وجود آمده بود، تهدید صورت گرفته بود، اونها هم شناسایی میکرد، معلومات جمهوری میکردن. به گفته فیفا حتی تمدید یک روزه انتخابات پارلمانی برخلاف ماده 84 قانون انتخابات است و احتمال تقلب و فساد را افزایش می‌دهد. همزمان کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید پس از بررسی چالش‌ها و شکایت‌های درج شده دو هفته دیگر تصمیم نهایی‌اش را اعلام می‌کند. حالا هم نشست زنده کمیسیون مستقل انتخابات در پایان دو روز برگزاری انتخابات پارلمانی را با هم می‌بینیم. هر ولایت مخکید کمیسیون په پیشنهاد او دغه کمیسیون چې هغه د تعلیق صلاحیت درلوده دراتون کې شام به پورت باندې ان شاء الله د قندهار په ولایت کې هم ټاکنه تر سره کی د ټولو هیوادوالو څخه چې په دغه ټاکنو کې په ګانډ شمیر باندې ګډون کړي وو مننه کوو او د دې صبر حوصله نور هم غواړو چې په دغه دوه ورځو کې د ټاکنو مرکزونو ته راغله ترڅو د خپلې خوښې کاندید ته رایه ورکړي. د دغه دوه ورځو په درشل کې چې کوم هیوادوال که هغه عامه رایه ورکوونکي دي او که د ملي او امنیتي ارګانونو منصوبین دي، کوم چې په شهادت رسیدلي دي، د الله جل جلاله څخه د هغوی لپاره جنت فردوس غواړو او د زخمیانو لپاره عاجله شفا غواړو. د دوی قهرمانی، د دوی فداکاري به انشاءالله د افغانستان خلک نه هیروي. همدارنګه له امنیتي ارګانونو څخه هم مننه کوو چې زموږ سره یې په دغه پروسه کې ښه همکاري درلودله. د افغانستان د خلکو د فرد فرد څخه مننه کوو چې په ډېره زیاته پیمانه یې په ټاکنو کې ګډون وکړ او هغه ډنډورو او ګنګسو ته یې د پای ټکی کیښود چې د کمیسیون په اړه باندې ویل کېده چې دا ثبتنام خیالي ثبتنام ده. له بیملي همکارانو څخه هم مننه کوو چې په دغه پروسه کې د ابتدا څخه تر ننه پورې زموږ سره بشپړ تخنیکي او مالی ملاتړ درلوده تر څو په افغانستان کې دیموکراسي تثبیت او رسوالکي حاکمه شي. د رسانو څخه هم مننه کوو چې همیشه یې زموږ په کنفرانسونو کې زموږ په غونډو کې ګډون کړی ده او خلکو ته د کمیسیون لخوا معلومات په بشپړه توګه باندې نقل کړي. همدارنګه د نظرو نهادونو، سیاسي ګوندونو او سیاسي جریانونو څخه هم مننه کوو چې خلک یې بسیج کړي او تشویق کړي تر څو د ټاکنو مرکزونو ته لاړ شي او د دغې پروسې څخه یې دقیق نظارت کړی ده. د افغانستان د دولت د رهبرۍ څخه هم مننه کوو چې هیڅ نوه مرسته یې زموږ څخه نه ده سپمولې او همیشه یې زموږ غوښتنو ته په وخت سره رسیدګي کړې ده او د کمیسیون سره همکار پاتې شوي او موږ یې تشویق کړي. د معلوماتو په درشل کې موږ 4500 مرکزونه غیر د کندهار څخه درلودل چې پرون په هغو کې انتخابات ترسره شو او نن متاسفانه چې د امنیتي ملحوظاتو له وجې نه چې په اکثرو مرکزونو کې شتون درلوده او هلته لوړ تهدید موجود و په شپږ اویا مرکزونو کې نن انتخابات ترسره شو چې مجموعاً پرون او نن انتخابات چې ترسره شوي دي د مرکزونو شمیره 4500 مرکزونو ته رسیږي چې په دې کې ټاکنې ترسره شوي. د موادو انتقالات چې په هغه کې دوه نوع انتقالات شامل دي، یو د هغو رایو د صندوقونو انتقالات دي چې د ولسوالیو د مرکزونو محلونو څخه ولایتونو ته نقلیږي او یو هغه د نتایجو انتقالات دي چې هغه مرکز ته انتقالیږي. دا په مسؤونه توګه باندې ترسره کیږي
نتایج مرکز ترا انتقالی گی پا مسئول توگو باندی بیا هم دی امنیتی ارگانونو پا همکاری باندی او صندقون هم دی ولایتی مرکزونو تا انتقالی گی در سوال تا مسئول وسط سی تر و سپوری کمی شمیرنی چی دی ولایاتو نراغلی دی رای ورکون کو چی رای ورکلی دی او پا رای ورکولو کی گدون کلی پدگو تیر ورز انتخاباتو کی په دو دیش ولایتونو کې غیر د قندهار او غیر د بادغیس او غیر د نننۍ انتخاباتو څخه د 4 میلیونه په شاوخوا کې خلکو رای ورکړې ده چې د دې جملې څخه 33% خویندې دي او 28% نارینه تشکیلوي. په مجموع کې ویلای شو چې لکه مخکې مې اشاره وکړه غیر د قندهار او د بادغیس یې نتایج نه دي رارسېدلي او نننۍ د شپږ اویا مرکزونو چې نن پکې انتخابات ترسره شو 45% واجدین د شرایطو په ټاکنو کې ګډون کړی ده چې دا تیرو انتخاباتو ته په کتلو سره ډېره لوړه کچه ګډون ده چې په انتخاباتو کې ترسره کیږي. د افغانستان د معززو او با حوصله وګړو څخه او هیوادوالو څخه مو خواهش دا ده چې خپل حوصله مندي وساتي او د کمیسیون سره همکار ووسیږي. ان شاء الله هغه مشکلات چې په دغه دوو پړاوونو کې راڅرګند شوي وو کمیسیون بعد تحقیق او بررسۍ نه هغې ته رسیدګي کوي او د هغې په اړه باندې به لازم اجراءات ترسره کیږي. دوی ته اطمینان ورکو چې د دوی رایه به ان شاء الله نه ضایع کیږي او هغه چاته به سپارل کیږي چې دوی هغه ته رایه ورکړې ده. همچنان از احزاب سیاسي و جریانات سیاسي و نهادهای ناظر دعوت میکنیم که از پروسه انتخابات از نزدیک نظارت دقیق خود داشته باشه به خاطر که نتایج و کمیسیون مستقل انتخابات مواصلت می‌ورزد و در ایجا در مرکز معلومات جمع‌آوری و شمارش آنها جریان دارد. همچنان خواهش ما است که تا اعلان رسمی نتایج از جانب کمیسیون مستقل انتخابات تمام شهروندان محترم، ناظرین و نهادها از اونا تقاضا میکنیم که اینا پیش داوری نکند تا که خدا نخواسته اذهان مردم مغشوش نشود و تا وقتی که به شکل رسمی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات نتایج رسمی اعلان نشده باشد خواهش ما از مردم افغانستان و وکلایی که خود کاندید کرده بودی است که در فیسبوک و در صفحات اجتماعی چیزایی که به نشر میرسه اعتبار ندارد تنها نتایجی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به شکل رسمی اعلان میشه معتبر خواهد بود. پس کاندیدان محترم باید مطمئن باشد که نتایج رسمی از طرف کمیسیون مستقل انتخابات بعد از شمارش دقیق و جمع اینمی معلوماتی که با کمیسیون مستقل انتخابات از مراکز رایدهی مواصلت میورزد و شمارش دقیق و بررسی صورت میگیره و زودترین فرصت انشاءالله اعلان خواهد شد. از رسانه های هم که با ما همیشه هم کار بوده خواهش ما است که از بحث هایی که از هان مردم هم مخشوش می سازه و یا کلماتی که به کار برده میشه و کلماتی بوده باشه که نامناسب بوده باشه نه از تمام رسانه ها بلکه بعضی رسانه ها هدف ما است که از این هم خودداری کنه تا که پروسه ملی که تمام مردم افغانستان منتظر نتایج اوناسته به شکل خوبی به هدف خود برسند. انشاءالله که صبح ساعت 10 بجه که ما کنفرانسی مطبوعاتی دیگر داریم رئیس بقیه 2 بجه شو 2 بجه؟ 2 بجه سبا 2 بجه انشاءالله چی منگه مطبوعاتی کنفرانس لرو او پقیه که با پا جزیاتو باندی زیاد معلومات دی هیوادوالو سره دی محترم و رسنه رو لار شریک او دیگه پوری متاسو پا خدای جل جلو بانی سپارم طولو هیوادوالو تا دی تاکنو دی پرلمانی تاکنو دی موافقانه سر ترسیدو پا عربانی مبارکی وایم او اطمینان ورکوم چه انشاءالله
هغه مشکلات چې وجود درلوده هغه ته به هم رسیدگی کیږي او د تحقیق او بررسۍ څخه به وروسته د هغه په اړوند باندې لازم اقدامات کیږي او هر هغه څوک چې په دې کې مسؤول واقع سي او یا یې تخطي او سالنګاري کړې وي هغه ته به د قانون مطابق جزا ورکول کیږي او هغه ځایونو نه چې د فساد راپورونه راغلي دي او یا د تقلب او درغلۍ راپورونه راغلي دي د هغې په اړه باندې به هم انشاءالله کمیسیون مناسب تصمیم نیسي او د پاکو رایو له لارې به هغه خلک چې رښتیا د خلکو رایې هغوی ته ورکړل شوي دي هغوی به د افغانستان پارلمان ته رایه پیدا لاره پیدا کوي بیا هم ټولو هیوادوالو ته رسنیو ته وکیلانو ته رایه ورکوونکو ته او په ټوله کې ټولو افغانانو د افغانستان دولت رهبرۍ ته د دغې ورځو د ټاکنو د ترسره کېدو مبارکي وایو او هغو شهیدانو چې په دې لاره کې په شهادت باندې رسیدلی دي د هغوی ته د جنت فردوس غوښتنه کوو زخمیانو ته د عاجلې شفا غوښتنه کوو او انشاءالله د شنبې په ورځ چې په قندهار کې انتخابات ترسره کیږي د هغې لپاره هم کمیسیون کامله امادګي لري او نتایجو انشاءالله ټول راټولیږي او کله چې بشپړ کیږي انشاءالله رسمي توګه باندې به د کمیسیون لخوا د خلکو سره شریکیږي مننه رئیس سوال اخلو خزو خب یک مسئله ده که رئیس فراموش کرد ما بنابرای خود به نمایندگی کمیسیون از همه کاندیدای عزیزی که در این دوره رقابت کردن و مردم تشویق کردن آمدن به پای صندوق ها و تشکری میکنم با عزیزی که تحمل کردن و حوصله مندی بسیار خوب پروسه کمپین پیش بردن واقعا قابل تقدیر هستند تشکر میکنم به نمایندگی کمیسیون و یک خواهش هم دارم از پیشان که تصاویرشان برنامه‌هایشان که در گوشه و کنار شهر بند کردن نصب است لطفا آنها را دور کنند تا هم قانون هم رعایت شود و طرز عمل های کمیسیون هم رعایت شود بسیار تشکر می‌کنم به سوال تلویزیون شمشاد د وګزم د نړۍ معلوماتو د مخ کې په کابل کې د ټول نزيات راځي چې کومه معلومات راځي چې نن ګور ورځي یعنی د یو څه شکایت نور نه کیږي هغه اوستیا تام کابل کې څومره دي او په دوه سو په کوم څه مرکزونو کې شپږ اویا مرکزونه چې خلاص او د اپان مرکزونه یې مونگا پرون هم دا معلومات تا سره شریک کړه نن په هغه معلوماتو کې بعضی تغییرات راغلي دي مونږ وعده وکړ چې ان شاء الله سبا چې کوم 2 بجې کانفرنس یې په کې به په ټولو جزئیاتو سره معلومات تا سره شریکو زمونږ توقع دا و چې د دې مرکزونو نه زیات مرکزونه باید پرانیستل شي اما اکثر مرکزونه سره لدې چې امنیتي ارګانونو او د افغانستان وسلوالو قواو ځانګړي عملیات هم په ډیرو منطقو کې ترسره کړو اما فقط په دغو مرکزونو کې نن د هغو مرکزونو د جملې څخه چې په تیره ورځ ټاکنو کې باند پاتې وو انتخابات ترسره شو سبا 2 بجو کله چې مونږ مطبوعاتي کانفرنس لرو انشاءالله په بشپړه توګه او په جزئیاتو سره به دا معلومات تاسو سره شریک کړو رئیس صاحب یو شی ورته ویل چې کابل کې اوچترین رای ورکول شفیق همی سوال آخر باشه بخیر نشست زنده کمیسیون مستقل انتخابات در پایان دو روز برگزاری انتخابات پارلمانی را با هم دیدیم و موارد مهمی که آقای صیاد در این نشست بیان کرده همین بود که کمیسیون مستقل انتخابات روز شنبه هفته یا آینده را روز برگزاری انتخابات قندهار اعلام کرد و همچنان از ناظران هم خواست که روند شمارش آرا را از نزدیک بیایند و بررسی کنند و از جریان‌های سیاسی همچنان تقاضا کرد که میتوانند که به گونه جدی نظرات خودشان داشته باشند و همچنان آقای صیاد یادآوری کرد که در 4500 محل انتخابات انجام شده و همچنان در مورد رای‌ها یادآوری کرد که رای‌ها از ولسوالی‌ها به مرکز ولایت انتقال پیدا می‌کنند و سپس به گونه مسئولش به کمیسیون مستقل انتخابات مرکزهای کمیسیون مستقل انتخابات و صندوق‌ها هم به گونه درست و مسئول انتقال پیدا می‌کنند و یادآوری کرد که همچنان 4 میلیون تن پای صندوق‌های
رای رفتند و رایشان را به کاندیدهای مورد نظرشان ریختند و همچنان در پیوند به مشکلاتی که در دو روز روند برگزاری انتخابات به میان آمده بود به گونه یادآوری کرد که به این مشکلات و تخطی هایی که صورت گرفته به گونه درستش رسیدگی میشه و تخلف ها و تخطی هایی که صورت گرفته ای پیگیری میشه و برش همچنان رسیدگی صورت میگیره و در پیوند به نظارت از جریان های سیاسی خواست که به گونه درست از این پروسه نظارت داشته باشند و مخصوصا از شمار شعارا. هرچند از زمان دقیق اعلام نتایج چیز یادآوری نکرد، اما یادآوری کرد که به زودی نتایج برگزاری انتخابات اعلام میشه و همچنان یادآوری کرد که جزئیات بیشتر را فردا ساعت 2 در یک نشست خبری با مردم و رسانه ها همچنان در میان میگذاره. همکارم حامد حیدری که از آغاز روند رایدهی در همین دو روز گزارش ها و خبرها را پیگیری کرده اینجا در استودیو در کنار ما حضور داره و بیشتر در همین مورد با همکارم حیدری صحبت میکنیم. حامد، دو روز روند برگزاری انتخابات را خودت از نزدیک بررسی کردی و زیر نظارت داشتی، از دید خودت چگونه بود این دو روز روند برگزاری؟ تشکر همکار گرامی. همانطور که شما گفتین در این دو روز انتخابات مردم به پای صندوق های رای رفتن و کمیسیون آنچه که امروز در نشست پایانیش اعلام کرد که ما بالاخره انتخابات برگزار کردیم با همه چالش های امنیتی که وجود داشت، با همه دشواری هایی که بود، اما به مردم اطمینان دادن که ما رای پاک از رای ناپاک جدا میکنیم و انتخابات اگر انتخابات شفاف خواهد بود، انتخابات خواهد بود که برای همه مردم افغانستان قابل قبول باشه. بنابراین آنچه که از دید ما به عنوان یک خبرنگار در دو روز در کناری که همکارای ما به ساحه بودن، رسانه های اجتماعی واکنش های مردم را بررسی کردیم. حالا هرچه باشه ما یک انتخابات برگزار کردیم، اهمیتی بسیار بالا هست با وجود تهدیدهای بالایی که بود. خود شما میفهمید که در یک هفته گذشته گروه های هراس افغان به ویژه طالبان 3 بار اعلامیه نشر کردند و هر 3 اعلامیه با تهدیدهای بسیار جدی نشر شد. اما روز انتخابات دیدیم که در دو روز انتخابات مردم به گونه گسترده در انتخابات شرکت کردند و حداقل آدم حس میکنه که مردم افغانستان به اون شعار سیاسی و آن آگاهی لازم رسیده که تا حداقل بتونه رأی خود را، امازو رأی خود یا امازو حقوق شهروندی خود از یک روند دموکراتیک و مردم سالار استفاده کنند و این ما در دو روز انتخابات دیدیم. خب آنچه در رابطه با چالش هایی بود، چالش های متعدد در دو روز در روند انتخابات بود که خود رئیس کمیسیون هم به آن یادآور شد. حامد، خودت که در این دو روز گزارش ها را تعقیب کردی و همچنان در جریان بودی، از نزدیک این روند را نظارت داشتی، آیا روند رای دهی به گونه‌ای بود که بتواند دوباره اعتبار مردم را به دست بیاره؟ خیلی جالب است که مردم افغانستان در انتخابات قبلی و در انتخابات این انتخابات ثابت ساختند که مردمی هست با آگاهی، با شعور سیاسی و مردم میدونه که تنها راه بیرون رفت از چالش فعلی در افغانستان روند مردم سالاری و شرکت در انتخابات هست. همانطور که شما گفتین در روز اول انتخابات کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده بود که ساعت 7 مرکزهای رای دهی باز میشه و مردم میتونن در مرکزها حضور یابن و از رایشان استفاده کنن. اما متاسفانه ما دیدیم که در اکثر نقاط شهر کابل در روز اول انتخابات کارمندان کمیسیون حضور نداشتند یا در برخی مرکزها روند سیستم بایومتریک نبود، حتی در برخی مرکزها اوراق رای دهی نبود. ما در برخی مرکزها وقت رسانه‌های اجتماعی را مشاهده می‌کردیم، گزارش‌هایی که بر ما می‌رسید، حتی صفحات خود هم اوراق کاندیدا که بود در برخی موارد هیچ وجود نداشتند. این از مشکلات جدی بود. در کنار مشکلات‌ها همچنان ما گزارش‌هایی داشتیم که تخلف‌های کلان انتخابات یا کوشک انتخابات در برخی مراکز صورت گرفت و ما از ناظرین، از مردم نوارهای تصویری و صوتی هم داشتیم که برخی از نامزدان در برخی مراکز حضور پیدا کردن، با استفاده از قدرتشان دست به تخلف زدن. اما اینجا این مسئولیت کمیسیون شکایت انتخاباتی و کمیسیون مستقل محترم انتخابات هست تا به چالش ها و به شکایت های مردم رسیدگی بکنن. حامد، از خودت میپرسم، آیا خودت همین روند رای دهی را میپذیری؟ بالاش اعتبار داری؟ من تا جایی که چون یک روند مردم سالار هست و انتخابات در هر دنیا چالش های خود را داره و همه ما میدانیم تنها راه بیرون رفت از افغانستان، تنها راهی هست که ما از این روند عبور بکنیم انتخابات هست. بالاخره انتخابات برگزار شد، خود شما میفهمید که متد پیشتر یادآور شدم
که طالبان در یک هفته 3 بار اعلامیه نشر کردن، اما این مردم افغانستان بودند که ثابت ساختند که با کنار زدن تمام تهدیدها و پاکستان خواهی رای رفتند. بالاخره حالا مردم دین خود ادا کرد، حالا دین کمیسیون مستقل انتخابات هست که حداقل به رای پاک مردم احترام بگذاره و رای پاک از رای ناپاک جدا بکنه. من به عنوان یک خبرنگار، به عنوان کسی که حداقل در 2 روز انتخابات این روند نظارت کردم، برای من هم تا جای قابل قبول هست هم تا جای قابل قبول نیست. از یک نگاه قابل قبول است که حداقل مردم به عنوان یک شهروند آمدن در پاکستان نقای رای حضور پیدا کردن، از همون حق شهروندی خود استفاده کردن، اما مشکلات و تخلفایی که در 2 روز انتخابات صورت گرفته برای ما قابل قبول نیست. بنابراین ما از کمیسیون مستقل انتخابات و از کمیسیون شکایت های انتخاباتی جدی تقاضا داریم تا به این تخلف ها و شکایت های مردم با جدیت رسیدگی بکنن. ممنون از خودت حامد حیدری، همکار ما بودن که از زمان آغاز تا پایان 2 روز برگزاری انتخابات روزهای جنجالی را سپری کردیم و پرکار را سپری کردیم. تمامی برای شما هم یک خسته نباشه میگم و برای تمام همکارانی که در این 2 روز در راستای رساندن اطلاعات لحظه به لحظه پوشش انتخابات پارلمانی سال 1397 تلاش کردند تا مردم را از تمامی اتفاقات همین 2 روز در جریان بگذارن. همکاران ما در این 2 روز خیلی تلاش های زیادی کردن. ما امیدوار هستم که این تلاش هایشان و حداقل توانسته باشه اطلاعات مردم را در این 2 روز آگاه ساخته باشه. اما ما همچنان روند برگزاری انتخابات که امروز به پایین رسیده، نتیجه این انتخابات چه زمان معلوم میشه و این روند را مرحله به مرحله پیگیری میکنیم و همکاران ما تلاش میکنن که در روزهای بعدی هم جزئیات کاملتر و همچنان برای نتیجه انتخابات را هم با شما در میان بگذارم. از شما تقاضای ما همی است که برای فهمیدن نتیجه 2 روز کار کمیسیون مستقل انتخابات، مردم و نامزدان تلویزیون 1 را همچنان بیننده باشین و سرویس های خبری بعدی و همچنان در برنامه های بعدی میتونین که ما را همراه باشید.